مقدمه نویسنده. مثل هر کس دیگری من هم در تمام زندگیم با بیشورها سر و کار داشتم، اما در بیشتر این اوقات مثل بیشتر افراد جامعه درگیر مفاهیم و تعاریف قدیمی بیشوری بودم. مثل دیگران بیشوری را به عنوان بیماری نمی شناختم و فکر می کردم بیشوری نوعی کمبود شخصیت است که صرفا با اراده می توان آن را اصلاح کرد یا از بین برد. اما حالا من ماهیت بیشوری را می شناسم. بیشوری یک نوع اعتیاد است و مثل سایر اعتیادها به الکل، مواد مخدر یا وابستگی دارویی اثرات زیانباری برای شخص معتاد و اجتماعی که در آن زندگی می کند دارد. بدترین خصوصیت این اعتیاد آن است که بیشورها ذره ای هم از بیشوریشان آگاه نیستند. این امر البته در مورد خود من هم صادق بود. آشکار کردن ضعف‌ها و اشتباهات خود برای هیچ کس کار آسانی نیست. من تا مدت‌ها از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن درباره موضوعات آن ابا داشتم، چرا که دوست نداشتم تمام دنیا بفهمند که من آدم بیشوری بودم. اما سرانجام وجدان، دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلا همه دنیا فهمیدن که من بیشور بودم و نوشتن یا ننوشتن در موردان از این جهت بیفایده است. ولی شاید بتوانم با نوشتن سرگذشت خودم به بیشورهای دیگر کمک کنم تا بهبود یابند. از این رو در نهایت فروتنی تصمیم گرفتم تا سرگذشت دردناک اعتیاد خود به بیشوری و نیز راه دشوار رهایی از آن وضعیت را برای استفاده دیگران بنویسم. اکنون می توانم در گذشتم نظر کنم و به وضوح خودم را ببینم که چطور سالهای سال با بیشوری زندگی کردم. به عنوان یک بیشوره درمان شده رنج و مشقت لازم برای درمان شدن را درک می کنم. چیزی که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد آن را تجربه کند. ولی وقتی آدم گرفتار بیشوری شد، چاره دیگری برایش وجود ندارد. دیر یا زود زندگی در مقابلت قد علم می کند و می گوید تو بیشوری. شما هم در مقابل تکذیبش میکنید، لگدش میزنید، لعنتش میکنید، سرش فریاد میزنید، کتکش میزنید، با او جر و بحث میکنید، سعی میکنید فراموشش کنید و فوشش میدهید. اما زندگی جا نمیزند. یا شما قبل از آنکه او به حسابتان برسد به حساب خود میرسید و یا او به حساب شما خواهد رسید. از این رو با صداقت و تأسف فراوان باید اقرار کنم که من 20 سال آزگار یک بیشور تمام عیار بودم. در این مدت دوستان و اعضای خانواده‌ام از بیشوری من آزار فراوان دیدن و در بسیاری از مواقع من آنها را از خودم فراری می دادم. حتی بیماران من هم از بی‌نزاکتی و خودپسندی‌های زایدالوصف من خیلی می رنجیدن. اگر من زودتر به بیشوریم پی می بردم و در سنین پایین‌تر برای درمانم دست به کار می شدم، اگر نگویم همه، دست کم بسیاری از این عوارض قابل پیشگیری بودن. به عقیده من هیچگاه برای تشخیص نشانه‌های بیشوری خیلی زود یا خیلی دیر نیست. بر همین منوال هیچگاه نیز برای اصلاح عادات بدی که دوستان را می‌رنجاند، به روابط کاری و تجاری آسیب می‌رساند و باعث جر و بحث و دعوا و مرافع با بسیاری از مردم می‌شود، خیلی زود یا خیلی دیر نیست. خود من تا 40 سالگی هم کوچکترین نشانه‌ای از بیشوری هم احساس نکرده بودم. مثل بیشتر بیشورها من هم به اینکه آدم نیرومندی هستم و همیشه به هر چیزی که میخواهم میرسم مباهات میکردم. از همان سنین دوران دبیرستان یاد گرفتم که چگونه ندای وجدانم را خاموش کنم و هر گونه احساس گناهی را در نطفه خفه کنم. در دوران رزیدنتی فهمیدم که میتوانم هر چیز را با توپ و تشر از پرستاران، بیماران و دیگران بخواهم. یعنی در حقیقت معمولا با این شیوه دیگران را مجبور میکردم که دقیقاً مطابق خواست من رفتار کنند. تازه بعد از اینکه به عنوان پزشک متخصص شروع به کار کردم، باز هم فوتوفن‌های بیشتری در پرخاشگری و زرنگبازی کسب کردم. ذکر این نکته مهم است که من همیشه فکر می‌کردم اینها خصوصیاتی مثبت به نشانه اعتماد به نفس است. به عنوان پزشک در تست‌های روانشناسی و روانکاوی متعددی باید شرکت می‌کردم و پاسخ همه آنها این بود که من شخصیتی قوی دارم و دارای چنان عزت نفس بالایی هستم که از دیگران بی‌نیازم می‌سازد. نمرات من در خودسازی بالا بود چرا که تمرکزم خوب بود. مصمم بودم، اختیارم دست خودم بود و خودسنجی می کردم. این به معنای آن بود که کسی نمی توانست با من در بیفتد و اگر هم هوس چنین کاری به سر کسی می زد، به راحتی می توانستم سر جای خودش بنشانمش. افتخارم این بود که می توانم قبل از اینکه دیگران علیه من کاری کنند
من علیه آنها اقدام کنم. اما همه چیز در قلمرو آقای دکتر به خوبی و خوشی پیش نمی رفت. گهگاه این حس ناخوشایند به سراغم می آمد که رفتار احترام آمیز همکارانم نسبت به من بیشتر از روی ترس است تا احترام واقعی. اما اینطور وانمود می کردم که چندان فرقی هم نمی کند و این امر ناشی از هیبت من است. اینطور به نظر می رسید که تا سرکله من پیدا می شود بعضی از همکاران گفتگویشان را قطع می کنند و متفرق می شوند و دوستانم هر روز بیش از پیش از اینکه نمی توانند با من باشند عذرخواهی می کنند. وقتی که در یک مهمانی حرف می زدم بعضی با بیقراری و ناراحتی به زمین خیره می شدند و چیزی نمی گفتند، انگار که حتی یک کلمه از حرفهای من را هم نمی خواستند بشنوند. اما من اینطور به خودم می قبولاندم که این مشکل خود آنهاست و شاید مشکلات شخصی مشغولشان کرده است. زنم یک بار جشن تولد غافلگیر کننده برایم ترتیب داد، اما غافلگیر کننده ترین چیز این بود که فقط 6 نفر در آن مراسم حضور یافتند که تازه 3 آنها هم زن و بچه های خودم بودند. اما من آن را به پای حسادت دوستانم نسبت به موفقیت های چشمگیرم گذاشتم. برایشان متاسف بودم که حقارت ها و بیکفایتی هایشان باعث می شود در مقابل من چه این واکنش هایی نشان دهند. اما زیاد خودم را ناراحت نمی کردم و این قبیل خصوصیات را جزو سرشت آدم ها می دانستم. بعد هم سعی می کردم با بزرگواری این قبیل وقایع را فراموش کنم. سرانجام یک روز از خواب خرگوشی تکانی خوردم. تنها پسرم بعد از ساعتها به گومگو با من اعلام کرد که نمیخواهد به کالج برود و میخواهد در نیروی دریایی ثبت نام کند. تک پسرم میخواست به جنگ من بیاید. باورم نمیشد. در طی 20 سال گذشته هیچکس جرأت نکرده بود که با من در بیفتد و آخرین کسی که چنین خبطی را مرتکب شده بود سالها بود انگشت ندامت به دندان میگزید. من میخواستم پسرم پزشک موفقی مثل خودم بشود، اما او داشت خیره سری میکرد. از کوره در رفتم و گفتم اگر در نیروی دریایی ثبت نام کند هرچه دید از چشم خودش دیده. او هم در مقابل چشمان من چیزی را حواله داد که هرچند غریب بود، نحوه استعمال آن برای یک مقعدشناس ناشنا نبود. بعد هم در را به هم کوبید و از خانه بیرون رفت. او به همسرم گفته بود که تصمیم گرفته تا آنجایی که امکان دارد از من دور بشود و به حرفش هم عمل کرد. او در رشته آموزش هوافضا ثبت نام کرد. به خاطر این کار پسرم خیلی اعصابم به هم ریخته و در هم شد. با دلخوری از زن و دخترم پرسیدم که نظرشان درباره این ماجرا چیست و منتظر بودم تایید کنند که من پدر دلسوزی هستم و آن پسر کار احمقانه انجام داده است. با بغض گفتم چطور دلش آمد از خواسته ای منی که اینقدر دوستش دارم سرپیچی کنم. بعد پاسخش شنیدم که خیلی برایم غیر منتظره بود. اول دخترم زیر لب گفت شما فقط خودتان را دوست دارید. چند لحظه بهتم زد. بعد به عنوان آخرین امید چشم به همسرم دوختم، اما او هم حرف دخترمان را تایید کرد و گفت راست میگوید. اصلا راستش را بخواهی چند سالی میشود که زندگی مشترک ما با آخر خطش رسیده. لطفا همین امشب از این خانه برو. تا چند روز آنچه رخ داده بود در ذهنم بالا و پایین میکردم. قلبا معتقد بودم که حق با من است، مثل همیشه که علارغم اعتقاد دیگران حق با من بوده. یکی داشت کسانی را که خیلی دوستشان داشتم از من دور میکرد. آنها را علیه من تحریک کرده بود. دلم میخواست بفهمم کار چه کسی است تا حسابش را برسم. قبلا هم بارها با کسانی روبرو شده بودم که در مقابل اعتقادات و رفتارهای من دست به یکی کرده بودند. در چنین مواقعی فقط و فقط با اتکا به اراده قویم توانسته بودم وقار و شخصیت خودم را حفظ کنم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که این مورد با بقیه موارد فرق چندانی ندارد. بزرگترین دغدغه‌ام این بود که در نهایت با پیروزی به نزد خانواده‌ام بازگردم. اما هر کاری که در این راه می‌کردم با شکست مواجه می‌شد. آنها نمی‌خواستند مرا ببینند و با من حرف بزنند. ما از هم دورتر و دورتر می‌شدیم. سرانجام به درماندگی چیزی را قبول کردم که قبولش برای هر بیشوری سخت است. به کمک کس دیگری نیاز دارم. بنابراین با یکی از همکاران روانپزشکم به مشاوره نشستم. همه چیز را برایش تعریف کردم و ازش پرسیدم که اشکال از کجاست و چی به سر خانواده‌ام آمده است. آیا مریض شدند؟ خواهش کردم که حقیقت را رک و راست به من بگوید، چرا که من آدم قوی هستم و توانایی مواجهه با هر خبر و پیش آمد ناگواری را دارم. دوستم کمی درنگ کرد و بعد در حالی که توی چشم‌های من نگاه می‌کرد گفت آنها مریض نیستند، حالشان خیلی هم خوب است. مدتی طول کشید تا منظورش را از این حرف بفهمم، چیزی که مواجهه با آن برایم خیلی سخت بود. منظورت این است که
پس من مریضم؟ نه، تو هم مریض نیستی، تو فقط بیشوری. من که از این پاسخ بیادبانه جا خورده بودم با عصبانیت گفتم من اینجا نیومدم که به هم توهین شود. اگر نمیتوانی مشکلم را حل کنی میروم. و رفتم. در 6 ماهی که پس از آن سفری شد انگار که تمام دنیا تبدیل به جهنم شده بود، یا دست کم مطب مقدشناسی من این جهنم سوزانی شده بود. دلم برای خودم میسوخت و خودم را قربانی نیروی ناشناخته میدیدم که باعث شده بود کسانی که دوستشان داشتم درکم نکنند و نادیده‌ام بگیرند و کسانی که از آنها کمک خواسته بودند مسخره‌ام کنند. یک روز عصبانی بودم و روز دیگر غمگین، اما هیچ وقت شاد یا حتی راضی نبودم. خوب نمی‌خوابیدم و همیشه بی‌قرار بودم. هر تأخیر، تعلیق و وضعیت پیچیده‌ای را طوری می‌دیدم که انگار در خدمت دشمنی اسرارآمیز است. نمی‌دانم پرستاران بخش یا بیمارانم در آن زمان چطور مرا تحمل می‌کردند. واقعا یک هیولا شده بودم. سرانجام یک روز بعد از ظهر که تنها بودم به این واقعیت پی بردم که کنترل زندگیم از دستم خارج شده است. در واقع این حقیقت برایم آشکار شد که من هیچگاه کنترل زندگیم را واقعا در اختیار نداشتم، بلکه فقط با تکبر اینطور میپنداشتم که همه چیز در کنترل من است. کشف این واقعیت موجب آرامش نسبیم شد، به طوری که آن شب راحت‌تر از شب‌های تمام آن 6 ماه به خواب رفتم. روز بعد هنگامی که مشغول یک معاینه مقعدی بودم ناگهان قطعات باقی مانده این پازل به هم پیوست. همانطور که داشتم مقعد بیمارم را معاینه می‌کردم به کشف و شهودی درباره خودم رسیدم. من بیشورم. همکار روانپزشکم به من اهانت نکرده بود. او فقط خواسته بود به من کمک کنه. فوراً با او تماس گرفتم. بابت رفتار نامناسبم عذرخواهی کردم و تقاضا کردم که دوباره همدیگر را ببینیم. از آنجا که یکی از قرارهای ملاقاتش لغو شده بود، توانستم بعد از ظهر همان روز ببینمش. همین که روی صندلی نشستم، بیدرنگ گفتم: تو راست میگویی، من بیشورم. امیازه کشید و گفت: این را که همه میدانن. خب، تو چطور آن را درمان میکنی؟ چی را درمان میکنم؟ بیشوری من را دیگر. همکارم گفت: بیشوری که مرض نیست، یک جور خصوصیت است و به همین خاطر هم قابل درمان نیست. منظورت چیزی که قابل درمان نیست؟ ببین، چه تو بیشور باشی چه نباشی، واقعیت این است که خیلی از مردم بیشورن. بیشوری چیزی است مثل چپ دست بودن، قابل درمان هم نیست. بهت زده شده بودم. پرسیدم: پس اگر علم روان پزشکی نتواند مشکل بیشوری یک نفر را حل کند، فایدهش چیست؟ ببین، بیشوری بیماری خاصی نیست، مثل یک جور طرز بیان است. همانطور که علم مقدشناسی نمیتواند برای معالجه کسانی که سرشان با کونشان بازی میکند کاری کند، روان پزشکی هم نمیتواند برای کسانی که شعور ندارند کاری بکند. اصلا میدانی ما چقدر روان پزشک بیشور داریم؟ آن وقت بود که فهمیدم نباید چشم امید به یاری کسی داشته باشم. ندای درونی به من میگفت که او در اشتباه است. اعتقاد داشتم که بیشوری یک نوع خصوصیت اخلاقی بد نیست، بلکه بیماری است. یک نوع اعتیاد است به رفتار ابلهانه و وقیحانه که سرانجام ما را چنان بیچاره میکند که حتی از درک تعصب و تکبر و خودپسندی من هم عاجز بمانیم. بنابراین من برنامه برای مراقبت، درمان و بهبود خودم آغاز کردم که چند سال طول کشید و در نهایت چیزی را ثابت کردم که همکارم معتقد بود محال است. بیشورها قابل درمانند. چیزی که در مرحله اول غیر قابل باور می نماید و برای بیشورهایی که هنوز درمان نشدن به کشف دوباره اصول و ویژگی های انسانی می ماند. افسوس می خورم که چرا زودتر روند درمانیم را آغاز نکردم تا آنقدر به دیگران آزار و زیان نرسانم. البته توانستم برخی از کارهایم را جبران کنم، به طوری که زنم دوباره مرا پذیرفته و با هم زندگی خوب و شیرینی داریم. دخترم با من آشتی کرد و الان در کالج درس می‌خواند. پسرم هم خلبان نیروی دریایی شده است و دارد به من درس پرواز یاد می‌دهد. مقعدشناسی را مدت هاست که رها کردم و الان کارم معاینه بیشور هاست. حالا من روانپزشکم که تخصصش کار روی بیشوری و کمک به بیشورها برای رهایی آنها از این عارضه است. البته شاخه سنتی روانپزشکی هنوز از این تلاش ابتکاری چندان حمایتی نکرده است، اما کار من رونق بسیاری دارد و شعار اصلی من همه جا پیچیده است که بیشورها امیدوار باشند. حالا من دائما در کنفرانس ها سخنرانی می کنم. البته کتاب بیشوری چیزی بیش از روایت بهبود شخصی من است. جرقه امیدی است برای آنهایی که با بیشوری خو گرفتند. اعلامیه
رهاسازی است. دیگر لازم نیست کسی از بیشور بودنش شرمسار باشد. بیشوری یک بیماری مشخص مثل سایر بیماری هاست که با راه‌ها و وسایل تعریف شده است و قابل درمان است. طی کردن راهی که منجر به درمان من شد برای هیچ بیشوری غیر ممکن نیست و این همان راهی است که من تا کنون هزاران بیشور را با آن راهنمایی کردم و به این ترتیب به آنها کمک کردم با موفقیت درمان شوند. فقط به یک چیز نیاز است و آن هم شهامت توقف بیشور بودن است که خب البته مشکل ترین بخش ماجرا هم معمولا همین است. برای این منظور باید راهنما یا درمانگر خوبی داشته باشید. در همین رابطه یکی از دوستان من به نام کلوین استابس که مدیر یک درمانگاه روانپزشکی است، داستان جالبی تعریف می‌کرد. او از زنی می‌گفت که در جستجوی مفهوم زندگی به کوه‌های هیمالیا رفته بود و پس از سال‌ها جستجو مرد را در غاری یافت. مرد در حال مراقبه بود. زن به آن مرد گفت: آیا شما راه رستگاری را به من نشان می دهید؟ مرد چیزی نگفت. زن نشست و به تقلید از مرد در خود فرو رفت. در پایان آن روز وقتی که برخواست تا برود پرسید: پیشرفتی داشتم؟ مرد باز هم چیزی نگفت. صبح فردا زن بازگشت و دوباره شروع به مراقبه کرد و وقتی که آفتاب داشت غروب می کرد عازم رفتن شد. آن وقت یک بار دیگر پرسید: پیشرفتی داشتم؟ مرد هیچ چیز نگفت. هفته ها و ماه ها همین ماجرا عیناً تکرار شد. سرانجام غروب یک روز حوصله زن سر رفت و بر سر آن پیرمرد فریاد زد که: حق باز، این همه روز اینجا در انتظار رستگاری نشستم و آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد. 6 ماه از عمرم را تلف کردم و هیچ چیز نشانم ندادی. به تو هم میشود گفت مرد؟ بعد هم کوله هفت‌منی‌اش را به طرف پیرمرد که همانطور توی غار نشسته بود پرتاب کرد. علی‌رغم آن ضربه سنگین مرد توانست روی پاهایش بایستد و تلو تلو خوران گفت: من که درویش نیستم، این انگها به من نمیچسبد. تو هم اگر خیال کرده ای که من درویشم مقصر خودتی نه من. زن که پاک از کوره در رفته بود گفت: خب اگر تو درویش نیستی پس چه کوفتی هستی و اینجا چه غلطی میکنی؟ آنگاه مرد سرش را با غرور بالا گرفت و گفت: من جزامیم و به این خاطر در این غار زندگی میکنم که از محل زندگیم تبعید شدم. چه بیشور باشید و چه درگیر با بیشورها، با انتخاب این کتاب دست کم راهنمای خوبی انتخاب کرده اید و راه را عوضی نرفته اید.